فرسخی کاظمین یه جایی بهش میگن شهر مدائن، شهر مدائن. طاق کسرا اونجا، ایوان کسرا، شب ولادت پیغمبر شکر. قبر حضرت سلمان اونجا، قبر حذیفه اونجاست مدائن. مردم مدائن شیعه بودن، من شیعه مو هم لاماس نمیدارم، بازی هم نمی کنم، من یه وری هستم. امیر المومنینی قبر، ولایتی قبر، امام صادقی قبر. همونو انشاءالله تا زندگی میداریم اونجایی که آقا امیر المومنی گذاشته، اونجایی که آقا امام صادق گذاشته، اونجایی که آقا امام زمان میداره انشاءالله. به جان آل محمد یه آن ما را از این خانواده جدا نکن. به حق امیر المومنین این جوانایی که در این دوران قربت اسلام و قرآن کمک میکنن به این پسر فاطمه مظلوم امام زمان، صندلی های سینما رو خالی میکنن، شبستونای مسجدها رو شبای ما رمضون پر میکنن، به حق زهرای جوان مرد، به حق اون فاطمه شهیده قرآن، خدای قسم میدم این جوانها رو در زندگیشون سرفراز. اگه بدونی اومدن ها تو این مجلس ها و پا این منبر ها و تو این مسجد ها چقدر جگر امام زمان حال میاره، اگه بدونی، اگه قدر خود تو بدونی، اونم این شبای ما رمضون در زمان خلافت عمر. مردم مدائن شیعه بودن، از شیعه قرصا طرف آقا امیر المومنین بودن. یک وقت اما دیگه رئیس قانونی و رسمی عمره، رئیس خدایی و دینی و واقعی و باطنی امیر المومنین اما گوشه خونه اسرانواش هم تو بغلشه. ای جگر امیر المومنین رو بشن من، خدا شاهده. مردم مدائن یک نامه بلند بالا نوشتن برای عمر خلیفه رسمی اون رو، رونوشتش هم فرستادن برای خلیفه واقعی و دینی آقا علی، که آقا ما یه فرمانداری داریم در اینجا، این مرد که ارزه نداره، جرگوزه نداره، حریف این دزدا و غارتگرا نمیشه، یه حاکم اینجا فکر یک کسی باشین. برای ما نامه رسید دست عمر، فهمید مدائن شیعه، حتما راجع به این موضوع به علی هم چیزی نوشتن، ما بریم اونجا. اومد پیش آقا امیر المومنین که آقا یه نامه یه طرف شیعه های مدائن برای من اومده و اینا، یه حاکم خواستم، میفرمود چیکار کنیم برای اونجا؟ امیر المومنین فرمود تو کدوم کاری اومدی با ما مشورت کنی که راجع به مدائن اومدی؟ گفت آقا دیگه حالا اونجا میخوام با نظر شما انجام بگیره. فرمود اون سری که تو داری غیر سری ماست، طرفداری تو هم غیر طرفداری ما، لیست ما جدا از لیست تو. گفت میخوام با نظر شما باشه. فرمود اگه از من بپرسی کی باب کاره، میگم سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، ایتی، تو تیپ جدا. من هر آدمی متدینتر، پاکتر، امینتر او رو به سر مسلمونا امیر میکنم، تو هر آدمی خائنتر، رزتر، بیباکتر، فقط برای تو خوب باشه اونو میذاری سر کار. گفت شما کی رو سلام میدونید؟ فرمود من سلمان. گفت منم همونو مصلحت میدونم، امضا میکنم پاش. چم یک نامه نوشتن برای حاکم قبلی مدائن، عزل نامه، معذوری. یک نامه هم برای سلمان، قانونا بفرمایید شما برید اونجا، ابلاغ حکم کردن بهش. یک نامه هم نوشتن در جواب او توماری که مدائنی ها نوشته بودن که ما یه حاکمی تعیین کردیم از طرف آقا امیر المومنین داره میاد اینجا، فلان روز هم وارد میشه روی حساب. مردم دا این آقا دکوناشونو بستن، ظرفای مشک و انبر برداشتن، اومدن دم دروازه مدائن استقبال حاکم. دیدید گاهی یه جای یه رئیس که عوض میشه، یه مشک بندا چطوری تونتون دستگل میبرن به نافش میبندن که دمش رو ببینن فردا کارش بکشن. آقا یه دفعه ظرفای مشک و انبر به دست اومدن دم دروازه، منتظر که حالا حاکم میاد. یک دفعه دیدن یک پیرمرد محاسن سفید قبای کرباسی به بر سوار یک الاغ برهنه داره میاد، شلوه آمدن جلو، سلام کردن. گفتن آقا این حاکمی که آقا علی برای ما فرستیده شما تو را نیدیش؟ گفت چرا. گفتن چی جور آدمیه؟ گفت مثل من. سنش چقدر؟ گفت مثل من پیرمرد. قیافش چجوره؟ گفت هم شکل من. چجور لباسی برشه؟ گفت مثل من کربست. سوار چیه؟ سوار همجور الاغ برست.
خودش شاید خودت این گفت برای اوه 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 این پیرمرد دیگه خودشو نمیتونه جمع کنه، این میتونه بر ما حکومت کنه. اما زود قضاوت نکنید، جربوزه یه طرف یه وقت میدید یواش یواش از تو کارا پیدا میشه که کیه. ها فهمیدن اینجوریه؟ اون یکی خودش انداخت جلو، اون رئیس قبیله بپر میداره کنه ما، شیف قبیله بیاره اونجا، پول داره ببره اونجا، ملک داره ببره اونجا، گوسفنداره ببره اونجا، فقیره گفت 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 خونه من و آقا علی تعیین کرده، مسجد تو کجا؟ افسار غلاق شگره برد اونجا به حلقه یه در مسجد بعد یه سنگی هم اونجا بود میشه سو. گفت خب کاراتون چیه بگید بکنم؟ گفتن ای چه آقا، ما از دست یه دزداب و قارتگر این مدائن به تنگ اومد. گفت اون سگه که اونجا آب میخوره بگید بیاد. این چی آقا؟ گفت برید بهش بگید سلمان غلام علی میگه بیا. این هر سگ که هر سرسه میشه معلوم میشه این پیرمرد خلم هست. بله اما خب حکم حاکم دیگه باید اجرا کرد. آمدن بالا سر سگه سلمان غلام آقا علی میگه بیا. یه وقتا یه حیوان سرش بلند کرد، کسی کشید اومد جلو جلو و آقا سلمان که رسید پودش مالید رو خواه. سلمان از روز اول و قدم اول خودش معرفی کرد، خواست به اینا بگه همش با زور سرنیزه من کارم پیش نمیره، گاهی یا از این قدرتهای معنوی و باطنی من استمداد میکنم کارامو پیاده میکنم. چی گفت سلمان؟ گفت وای به حال اون کسی که امشب در دکان و مغازه شو ببنده، تمام مغازه ها باز. به این سگه خطاب کرد، پاسبانی امشب مدائن بازار و خیابون و محلات پای شماست، وای به حالتون اگه یه ارزن مال کسی طلب بشه. برو. یه عده اومدن جلو پش پش و فلان و یکی رو انداختن جلو، گفتن آقا میدونه قصه چیه؟ گفت چیه؟ ما هر شب شما ما رو اینجا نیست خبر نداریم، ما هر شب 16 تا قفل میدادیم در دکون، صبحی که نداشتیم در دکونا رو وا بیزاریم بریم چیه؟ گفت بهتون میگم وای به حالتون اگه دکونتون رو ببند. میگم چی میتونه مالتون رو ببره؟ برو اینم دکونا باز، بیچاره ها رفتن تو خونه، آقا نون آبگوشیشو خورده، تا میاد به شرطه یه وقت خواب میره، خواب میره دوز یه گولی برنج برداشت راه آفید میدوه بگیردش از خواب بیدار میشه. شبی رو صبح کردن اینا، شب صبح صبح زود دویدن تو بازارا، دیدن نعشای دزدا افتیده، یه ارزن مال کسی طوره. اول خودشو معرفی کرد که من اینم، بعد مشغول کار عمل کجا رسوندش